ممنونم تاکو. اوف، به خدا دلم گرفت. سر صبحی چرا اینقدر ساکتین؟ هیچ کس دهنشو باز نمیکنه. رفعت کجاست؟ راستش صبح آقا هایری زنگ زد، گفت انگار میخواد استعفا بده. آقا رفعت هم ناراحت شد، شاید رفت پیش اون. آره، به نظر منم حق با تاکوه، حتما رفته راضیش کنه. میدونی بابام اینقدر به آدمای بیارزش اهمیت میده که واقعا رو مخمه. خب استعفا داده باشه، فدای سرمون. تو رفعت کروغلو هستی، چرا میری میافتی به پای طرف؟ حالا طرف فکر میکنه چه خریه. دقیقا همینطوری که شما میگین، رفعت همچین آدمیه. رو سر من سنگم بیفته اهمیت نمیده، ولی برای غریبه ها هر کاری میکنه. ولش کنید بابا. درز ما به اون پسر خیلی مدیونیم. اگه اون نبود خدای نکرده پدرتون رو از دست داده بودیم. حالا که بابام رفته پیشش حتما راضیش میکنه. فردا میبینیم آقا هایری اومده، همه چیزم درست شده، مگه نه؟ فکرم رفت پیش راننده. یادم رفت چند بار میخواستم بپرسم چی شد با نالان حرف زدی؟ فرید خانم چطوره؟ صبحش پیام دادم، چیز مهمی نیست. فرید خانمم حالش کاملا خوبه، چند لحظه دیگه میمونه بعدش میاد خونه. خب خدا رو شکر. ملیسا زنگ میزنه نه؟ میبینی دوندو، صبح حتما باید صداشو بشنوه. وای عزیز دلم. خب بایدم زنگ بزنه خانم، مظفر خوشتیپ ما نصیبش شده. آره آره، ماشاءالله. جواب بده صدای عروسمو بشنوم. پسرم زود باش، بزن رو بلنگو. مامان. ای بابا، خب چی میشه مام صداشو بشنویم؟ قیافه میگیره. توبه از دست اینا. سلن شوهرت کجاست عزیزم؟ نکنه دعوا کردین؟ نه مامان، گفتم که رفته پیاده روی، الان میاد. این همه ساعت چه پیاده روی آخه؟ عادت جدیده؟ خانم جون، چون میخواد بچه دار بشه داره خودشو آماده میکنه. خب میخواد بچه بغل کنه، طبیعیه. خیلی خوب. با دخترم ملیسا حرف زدی؟ مگه نه عزیزم؟ ها حالش خوبه؟ باهاش حرف زدم مامان جون، حالش خوبه. خدا رو شکر. ببینم مادرش کی میاد؟ وقت تعیین کردی؟ میخوام یه سفره قشنگ براش آماده کنم، فهمیدی؟ خیلی مهمه. با دوندو کلی کار داریم، باید زودتر خبردار بشیم. زنه بدونه به دخترش اهمیت میدیم و جدی هستیم. این چیزا دیگه پسرم، میدونی که گفتم که خبر دادم مادر من. چند بار میپرسی؟ اجازه میدی منم صبحونم رو بخورم؟ منو ببین مظفر، من ادعاتوار سرم نمیشه. من تصمیممو گرفتم، ما دختره رو دیدیم، تموم. دختر خوبیه، پسندیدیمش، میخوایم که ازدواج کنی. ای بابا، صد بار باید بگیم ها، اون عروسی سر میگیره، یکم منو درک کنی. مامان جون، ازدواجه ها، اینجوری با عجله که نمیشه. راحتش بذار فکرشو بکنه، بعد تصمیم بگیره، ببینه میخواد چیکار کنه. هول هولکی که نمیشه مادر من. تو چی میگی عقل کل؟ میزنم تو دهنتا. ای بابا، سر صبحی اعصابمو خرد میکنین، اذیتم نکنین دیگه. درز مظفر یه بارم تا حالا منو ناراحت نکرده، تا الان اصلا اذیتم نکرده. تازه مگه چقدر از عمر منو پدرتون باقی مونده؟ یعنی عروسی مظفر رو ما نبینیم و بمیریم؟ آره هیچ کس درکم نمیکنه. آخه چرا اینجورین همتون؟ واقعا که مامان جون، خدا نکنه تو رو خدا این حرفا رو نزن. من امروز حتما باید ببینمت. فوری. براتون چای بریزم؟ نه خیلی خوردیم. صبحونه تموم شد. جمعشون کن. زود باش دیگه. داداش با ملیسا هم آهنگ کن. نه، با تو کار دارم. پسرم خیر باشه، دوباره ملیساست؟ نه، بابامه. ای بابا. جانم بابا، میشنوم. چی شده؟ مشکلی هست؟ یعنی چی شده؟ نه باشه، الان میام. چی شده پسرم؟ چی میگه؟ هیچی، میگه بیا شرکت. انشالله که خیره. فعلا که چیزی نگفت.
باشه داداش، نیم ساعت دیگه میام هر جا که خواستی. ببینم تو هم با میای شرکت؟ داداش اگه میومدم خیلی خوب بود، ولی باید برم چند جای دیگه، بعدش میام شرکت. باشه؟ تو چی میای؟ نه مظفر، لوند که بیاد دوش میگیره بعد با اون میام. منتظر ما نباش. برین عزیزای من، روزتون بخیر. ممنون. خوشی بگذارید.